وزارت مهاجران افغانستان گزارش داد بیش از چهل هزار مهاجر افغان از اول سال جدید میلادی تا کنون از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این رزالت گفته است که بسیار از این مهاجران اخراج و شماری هم به گونه داوطلبانه راهی کشور شدند. با هم گزارش همکارم علی اکبری را ببینیم. سخنگوی وزارت مهاجران افغانستان گفت از اول ژانویه 11 همه دی تا کنون دو هزار مهاجر به کشور اند که بعضی از آنها به طور اجباری و تعدادی هم به طور داوطلبانه راهی افغانستان شدند به گزارش پایگاه خبری طلوع نیوز عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارتخانه گفت مهاجران بازگشته به افغانستان با چالش های متعددی دست به گریبانند و انتظار می رود حکومت طالبان به این چالش ها رسیدگی کند یکی از این مهاجران که با 18 عضو خانواده خود از پاکستان بازگشته گفته است سرپناه ندارد و از زمان بازگشت تا اکنون در حومه کابل زیر چادر زندگی می کند وی همچنین گفته است نه خانه دارم نه کار هیچ چیز ندارم و هیچ نهادی هم ما را کمک نکرده و حکومت طالبان هم توجهی به ما نکرده است برخی دیگر از مهاجران تازه اخراج شده از پاکستان نیز از حکومت طالبان خواستند در گفتگو با مقام پاکستانی توقف روند اخراج مهاجران از پاکستان را خواستار شوند تا فصل زمستان به اتمام برسد. بر اساس آمارهای وزارت مهاجران افغانستان در حال حاضر بیش از 5 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران و بیش از 3 میلیون تن در پاکستان به سر میبرند. علی اکبری اخبار شیعه بیشتر صحبت کنیم در این باره با مرتضا مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد که با ما همراه هستند سلام خوش اومدید به برنامه آقای مطهری دلیل روند بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان و ترکیه به افغانستان چیست؟ سلام و درود خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز یکی از عوامل که مهاجرینی که داوطلبانه از کشورهای همسای افغانستان به افغانستان آمده پایین, پایین بودنی بودن پول کشورهای همسای افغانستان است که به شرایط کنونی پول کشور پاکستان و ایران در برابر پول افغانستان بسیار ارزشش پایین است و حقوق را که مهاجرین افغان در کشور به دست میاره حقوق ها, نمیتونه که امتیازات زندگی اونا را در ای دو کشور تامین بکنه و یا اگر این پول به افغانستان روان بکنه نمیتونه که با این پول خرج مخارج زندگی خود در افغانستان تامین بکنه و همچنان موضوع بعدی که مهاجرین داوطلبانه کشورهای همسایه را ترک کرده تورم و گرانی مواد خوراکی و همچنان بالا بودن خانه ها در کشور همسایه افغانستان است که نسبت به سالهای گذشته هم مواد خوراکی در کشور همسایه افغانستان بالا رفته و همچنان خانه ها بسیار بالا رفته که اکثر مهاجرین نمیتونه در کشور همسایه افغانستان خانه بگیره با او شرایط اکثر مهاجرینی که داوطلبانه به افغانستان آمده با ای دو مشکل رو برو بوده بس. و اکثر مهاجرینی که در روزا وارد افغانستان شده در یک هفته گذشته چلو چند هزار مهاجری که وارد افغانستان شده از چلو چند هزار سه چهار هزارش داوطلبانه است ما بقی از کشورهای همسایه افغانستان اخراج شده بله چرا دولت پاکستان علا رقم مشکلات فراوانی که مهاجران در فصل زمستان می باشد روند بازگردادن ایشان را در پیش گرفته است؟ یکی از عوامل اخراج مهاجرین از کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا پاکستان و ایران حملات اخیر توریسی در ما با شما در حکومت قبلی افغانستان شاهد بودیم که هیچگاه مهاجر افغان به این وضع از کشورهای همسای افغانستان اخراج نشده بود متاسفانه حملات اخیری که در پاکستان صورت گرفت و همچنان حملات اخیری که در کشور ایران صورت گرفت این موضوعات باعث ای شده که امروز کشورهای همسای افغانستان مهاجرین غیر مجاز و یا مهاجرین که اقامتی او کشورها را نداره اونا را اخراج بکنه عواملی که امروز مهاجرین اخراج میشه حملات اخیر گروه های تورسی در کشور همسایه افغانستان است بله آقای متحری شما با عنوان یک فعال سیاسی و کسی که مهاجرت را تجربه کردید چه توصیه ای برای مردم و نهادهایی که در داخل یا خارج افغانستان کارهای بشر دوستانه و نیکوکاران انجام میدهند دارید در گام اول ما توصیه به مردم افغانستانی است که مهاجرت بسیار یک پدیده مشکل ساز است و نباید مردم افغانستان راه مهاجرت انتخاب بکنه یک عده تعداد که به شرایط کنی به افغانستان جانش در خطر است یا تحت فشار طالب است اونا مجبور است که افغانستان را ترک بکنه اما یک جمع دیگه است که نه تحت فشار طالب قرار داره و اونا راهی مهاجرت میشه اگر او هم های ما امو هزینه مهاجرت خوده به داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه طبعا میتونه که با اونمو هزینه خرج مخارج زندگی خود در افغانستان تامین بکنه و همچنان خواست ما از نهادهایی که حامی مهاجرین در جهان است مخصوصا در افغانستان نهادهایی که از مهاجرین در افغانستان حمایت میکنه باید این نهادها در گام اول برای مهاجرین اخراج شده زمینه کار و شغل مهیا بسازه وقتی که مهاجری که از کشورهای همسایه افغانستان اخراج میشه به افغانستان میایم میبینه که زمینه کاری وجود نداره، زمینه شغلی وجود نداره، فقر است و تمام مشکلات امروز افغانستان ما هر صحبت میکنیم و این موضوع باعث میشه که بار دیگه مهاجر اخراج شده راهی قچاق انتخاب بکنه و بار دیگه وارد کشور امسای افغانستان شود و در اخر بسیار کوتاه صحبت میکنم پیام ما به عنوان فعال سیاسی افغانستان و به عنوان فعال شیعه افغانستان به کشورهای همسایه افغانستان و وزارت امور مهاجرین افغانستان است اینکه متاسفانه یکی از عوامل سخت که امروز مهاجرین با او روبرو است این موضوع است وقتی مهاجری که از کشورهای همسای افغانستان اخراج میشه متاسفانه دارایی های مهاجر برش پس داده نمیشه مهاجری که در کشورهای همسایه افغانستان کار میکنه در او کشورها خانه میگیره برای خود زندگی تهیه میکنه متاسفانه وقتی اخراج میشه نه حقوقی را که در اونجا کار کرده او رو نه به دست میاره و نه پول را که در خانه گره و, و کشور خانه گره و کرده نه او رو به میاره متاسفانه در این وسط مال اموال مهاجرین غصب میشه یا توسط کشورهایی که مهاجر اخراج کرده و یا توسط حاکمت طالبا که پیگیری نمیکنه ان که وزارت امور مهاجرین طالبا و کشور امسای افغانستان به این موضوع دقت بکنه مهاجر را که اخراج میکنه باید تمام امکانات و هزینه که مهاجر در کشورها کرده این هزینه را برشان پس بده و نگذاره که مهاجر دست خالی به افغانستان برگرده و امکاناتش در کشورها بمانه و موضوع بعدی که بسیار مهم است باید کشورهای همسایه افغانستان اگر مخالفی مهاجرین غیرمجاز در کشورشان است مرزهایشان محکم بسازه افراد مسلکی را در مرزهایشان با افغانستان مستقر بسازه این رو ما شاهد هستیم رسانه شاهد است مردم افغانستان شاهد است اکثر بله. اکثر نیروهای مرزی کشورهای همسایه افغانستان خوب باجگیری میکنه از قچاق برای پول دریافت میکنه در بدل پول مهاجرین افغانستان از دیوارا و از مرزا و از دروازه رسمی مرزای کشور همسایه افغانستان وارد کشورشان میکنه و از طرف دیگه مهاجرینی که با بدبختی وارد کشورها میشه و از اونجا برگردنده میشه و موضوع بعدی که قابل ذکر است مهاجران افغان در کشور همسایه افغانستان بسیار یک منبع مالی بزرگ برای دولت ها هست ما و شما در چندین ماه گذشته شاهد بودیم حالا پاکستان، ایران، باله. ترکیه ما پاکستان شاهید هستیم یک مهاجر افغان اگر کارت اقامتش تمدید بکنه باید در برابر در بدل تمدید کارتش به دولت پاکستان پول بده و همچنان هم این موضوع در ایران جریان داره و موضوع بعدی اطفال و کودکان مهاجرین افغانستانی که در دو کشور شامل مدرسه یا مکتب میشه هم باید به با این دو تا دولت پول بیت تا بچاش درس بخونه بله. به شرایط قانونی متاسفانه کشورهای همسایه افغانستان از مهاجرین بسیار یک منفعت مالی خوب داره